خیلی مهربون بود، بی نهایت مهربون بود. هر چی رو که داشت از همون بچه که با همه تقسیم میکرد. شاید همین روحیه بود که فریدون فرخزاد را در نیمه های جنگ به عراق کشاند. همرزمانم انسان بودند و آزاده. برای نجات کودکان ایرانی اسیر شده در جنگ دو کشور. خونسو بله کردیم یک مقدار. مردان و زنانی با غیرت و سر. Among the bunch of prisoners, one of them, the one with the round face, is 9 years old. There is one sitting right behind him who admitted he was 11. There was one sitting next to him, he was 10. همرزمانم. خیلی با تلخی از این مسئله حرف میزد و خیلی دلنگران این بچه ها بود. در واقع سه بار رفت به عراق و بر من تعریف میکرد که بچه هایی که اونجا بودن بچه هایی بودن که بیشتر فرار کرده بودن از خونه هاشون و اینا، فکر کرده بودن جنگ مثلا خیلی چیز دلپذیریه. رفته بودن اونجا و خیلی زود هم همشون رو گرفته بودن و برده بودن. فریدون میگفتش که این بچه ها که مثلا شاید 12 سال 13 سال هم توشون بوده، یه دستشون اصلا گریه میکردن و میگفتن فریدون ما مامانمونه میخواییم. یعنی هنوز اینجوری بودن، انقدر کوچیک بودن اینا، بچه بودن. این گلا به خاطر تمام بچه های ایران که در این 6 سال مردند، حد اقل 8 سال از بین رفتند و بعضی از ما هنوز هم نفهمیدیم که میلیون میلیون کشته شدن. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجاست؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا. وقتی فرخزاد نخستین بار از عراق باز میگردد به حدی متأثر است که علاوه بر درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی خود نیز به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌پردازد تا این کودکان را سر و سامانی دهد. هنرمند وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می‌شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که می‌تونه بکنه اینه که حرف بزنه. پول جمع کرد، پول خوبی هم جمع شد و 3 بار تونست که بیاد به عراق و یه گروهی از این بچه ها رو برد. حالا نمیدونم اونا الان دیگه، من نمیدونم که به چه سرنوشتی دچار شدن، ولی اون موقع اینا رو گذاشته بود مدرسه و خیلی براشون فعالیت میکرد. چون فریدون تو یو این کار میکرد قسمت بچه ها، اونا هم کمک میدادن البته به این منصر. به هر حال خودش میدونم، یعنی جزو یکی از خاطرات ماندنیش بود این مسئله. درش هم مرتب که تعریف میکرد گریه میکرد برای این بچه ها و خب تونسته بود یه چند تایشون نجات بده، ولی گروه انقدر زیاد بود که امکانش نبود. گرچه تو با این جهان بیگانه ای، گرچه دور از ذهن سبز خانه ای، لیک من با عشق پایت میدهم، در جهان خیش جایت میدهم. تو دگر چیزی به جز من نیستی، من تو هستم، تو به جز من کیستی؟